طبی شما ذوق شما بسیار وابستگی دارد به مزه خوراکی که استعمال میکنید. از همین سبب خوراکای با لذت زیادتر استعمال کنید و حلاوت برید. السلام علیکم بینندگان گرامی، این برنامه لذیذ با اتاخانی علاودین و امروز در مهمونی برنامه ما رحمانزاده دلیر، خوش آمدید به برنامه ما. هنرمند تئاتر و سینما قید کردن لازم البته. تشکر زیاد، تشکر زیاد. بسیار باعث افتخار است که در چنین یک برنامه دعوت کردید. خیال میکنم که بسیار یک خوراکی با لذت میشود و ما از صحبت هم یک لذتی سلامت باشید. چخیل از طب شما، فعالیت شما در تئاتر، در سینما، اومن حیات شما چگونه گذاشته ایست است؟ شکر خدا خوب است. فکر میکنم که بهترین است. برای چی؟ برای اونکه اون چیزی که در اندیشه داشتم خیلی کارها شدند. و ارزوام بیکران است، بیکنار است. با ایستا میشه. شما چی اومده میکنین در برنامه؟ من گفتنی بودم که من دوست میدارم خوراکی تست تیار. ما استفاده میبریم از گیم که کبودی ها و انا من بایم جون. بایم جون؟ دونم بایم جون. بله. یعنی بایم جانی مثلا سیاه صفه سیاه و صفه و اینجا ما داریم سیر پیاز و اینجا داریم مثلا بلگری و دیگر و دیگر و دیگر و پامیدور کارتوشکا پامیدور پیاز سبزی و خمیره پامیدور و بعد در رفتی برنامه میفهمیم که این در خوراک است یا اینکه چگونه است؟ این من سیر فرش نمیکنم. سلامت باشی. چقدر روغن؟ ما کمی روغن یک اندازه یک پیوله باشد بهتر. همین خودش یک کفایه است. نه کفایه است. زیاد در کار است چون و دلی آدم رو میگیرد. بله خوراکی روغنی نوکدار. بله بله. هم بسا مراتی خوب نیست. بله. انا کن حاضی که روغن که کمی سرخ شد ما شروع میکنیم سر اول از گوشت مرغ. ریزه کردم. اگر اجازت باشد من. بله بله مرحبا. خوب. حاضی من به شما تختچه میگم. حرارتش را پستر کنم. بله. تختچه یک تاش از شما و دیگرش از من. خوب خوب. انا شما کار داشتید به فکر من؟ البته ما کار رو بیاره. خوب. سر سوالای عجیب میدین. شما به فکرم روغن داشتید؟ شما به فکرم کار داشتید؟ یک همسایه خونش ده هیچ چیز ندارد. نیمش از من نیمش از من. بله. بعد همراه زنش فکر میکند که چیکار کنیم که همین روز یک چیز پخته کنیم. خوب. بعد میگوید که گوش کن تو خونه وای همسایه را گفت که شما روغن دارید ها؟ با فکرم. ها با فکرم. کم میاد میگه که ها داریم. از خونه همسایه من میرم میگم که شما کارتوشکا دارید ها؟ همه کل از همسایه خیلی محصولات رو جمع کرده. جمع میکنن. میپزن یک آش با لذت. خوب خوب. خوب. این چی میگن باید قوله در... من هم از همون اصول و استفاده برده شما رو کم کم گران کرده ایسا ده متفون. سلامت بشید. و این باید قوله میگن یک لایف خاک هم هست برای بله بله بله. برای نفرانی که ما رو تماشا میکنن. این ما البته چور کنجا چور کنجا میبریم. چور کنجا. بله چور کنجا. الان چور کنجا میبریم. چقدر همه قدر کفایه است؟ خوب است. نه خوب است. خوب است. بله. سلامت باشید. بهترین خوبی دادم آغاز کنیم از سوالی انانوی که ما میدیم به مهمانان خود. خب سوال یعنی... دیه دو خب فقط سوال ها رو پیهم ندید که من دست همه بریده نمونم. بسیار خروق میپذید من راست گپ. من بعضی مردم بسیار عیب میدونه شهر میدونه که بیان که ما در خونه بعضی وای من اگر بیان به خونه که خروق اگر نباشد خروق نباشد و در خونه مثلا بسیاری مثلا زنها کارگرن که میسیم بله، بله، مرد ها بله. بینم که در خونه مثلا هیچ کس نیست خوراک نیست من در رو یک خوراک اومده کرده میخورم خودتون بله با خوراک هم مثلا میدیم هیچ مشکلی ندارد ندارد بود که از کجا همون میر در دل شما پیدا شد با کسب اکتوری و هنرمندی و تئاتر و سینما و همین یک دنیایی که پر از رنگ و پر از چی است خورسندی است یعنی من از کودکی بسیار یک کودکی شوخ طبیعت دارم علاقه ما گوشتا میتوانیم خوب گفتید که از کودکی از کودکی من بسیار شوخ طبیعت بودم شوخ طبیعت بودم در خونه شوخی میکردم در مکتب شوخی میکردم
من کوچه شوخ بودم و شبانگاه شبانگاه در دهکی چراغ نبود خب سالوی پیش من یک چند گویم که قوادیانده بطری را یک جویا با گویم که به اصلاح سکوچ می پیچوندم و یک گویم که لامپاکی خورد اکاگ رو گرفته می آوختم در ویو بعد شب تا نیم شب شوخی میکردم و تماشابین من البته که پدر مادر و خواهر و دادر و دادر و همینا بودن بله. و خدا رحمتی بی بی هم از همه مخلصی اشدی من اون کس بودن و گوه پدرم جنگ میکردن که تو خواب نداری رو خواب گون بازش گون دیگه بحث است بعد بی بی هم میفتن که گوش گون خواب داری رو خواب کن کارت با ما نباشه ما تماشا میکنیم گب زدن گب زدن و من تقلید میکردم از همدهگان از همسایه ها بله بعضن وقت مثلا بی بی و مثلا مادرم رو تقلید میکردم گوه میشود که با تقلید اونها رو جنگ میدوختن لیکن جنگ نمیکردم بعد میگفتن ببینید که این کس دخترم هست ببینید که تئاتر نمیرنده است بله و نمیمیرد بخاطر اون که من وقتی کودک بودم خونچه سوزی میکردم خونچه سوزی میکردم و انا از گویم که یک وای بوده اون حولی ده گویو که کسی زندگی میکنه کسی با ماشین میدروید و میبروید و در اون حولی انا بعضا جنگ و جنجال میشود یک مونوسپکتاکل با خود وای میکردم از تانی چند نفر گاب میزدم از یعنی که در ایجوی خودی شما بله. همی خیلی بله در اویله از خوردی همی خیلی یک سپکتاکل بود یک نمویش گویو که همسویه این با همسویه جنگ شد و اید تو فلان و تو بهمد همی خیلی وای میکنم با پدرم میدیدن حیران میشونن که این کودک دیوانه است ای با کی رفت است با کی رفت است بله ای در اولاد ما خیلی نبود خیلی نبود خب چیکار کنیم اکنون مور رو بینندگان عزیز بعد یک پرت افتیم اول چهار کنجه نه اونقدر کلو و ما لازم است وای پیاز پیاز بله البته پیاز چند دونه دو دونه کفایه است من فکر میکنم که اگر کلانتر باشه دو دونه کفایه است برحمد یک تاش از شما یک تاش از من تقسیمات عادلانه قبول تقسیمات عادلانه سلامت باش انا بعد همین خیل بعد پدرم قصد کردن که همین بچه را من حجتاش برده در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان میسپرم یعنی که خودی پدر پیشنهاد کردم بله من دایاد و خیانم این دانشکده فرهنگ و صنعت نبود عموما این فکر نداشتم بعد همه خیلی شد که شوخی با شوخی بعد خیلی مکتب تموم کردن گرفتم بردن بله داخل شدم سال اول من با گریه خوندم سال بخش یکم معلمه من بسیار انسان عجیب بسیار انسان خاکسار نگینه رجب بود این اول فعالیت کرده ایستان در کنسوی توجیک فیلم بله بله, بله. وای معلمان نه تنها معلم هم همچون یک مادر برای ما بودن و هستند خدا خواهد و گاه دوست داری میکردن گاه سرزنش میکردن که تو اینقدر فعال هستی در گویم که مو اتیود ها و پارچه ها در صحنه اینقدر فعال هستی برای چی نمیخوای من نمیخوام من ناجا آوردن همون محیط نمیدونم برای چی کمی من از زیغ میکرد بعد آهسته آهسته خب. بخشی دویوم شدم وقتی که با کورسی دویوم گذاشتم خود از خود همین قدر مهر پیدا کردم همین قدر چی دیگر اگر منو پیش میکردن من نمیرفتم بله من پیوز هم میپرتویم پیوز پیوز هم میپرتویم خب انا وای دیگه همین خیلی خوندیم با یک موفقیت بلند با انجام رسونیدیم بله در حتی در دوره دانشجویی من با تئاتر با کار در اومدم با تئاتر جوانان عجیبش این که در دوره دانشجویی با کار با تئاتر جوانان خوب. اومدم و علاقه نقش آفریدم و در بخش سیوم بودم که من در یک فیلم کلان اشتراک کردم در چی؟ کدام فیلم؟ در فیلم قیامی روز قیامی روز کارگردان نصیف سعید بود بله استاد. اونجا نقش عزیز من اجرا کردم خب خطا نکنم در اونجا نقش همین خیلی بود که وای از یک شلوغ دیگر به یک شلوغ دیگر همین خیلی بود عاشق میشد و بعد در بین سرحد بله بله اینجا بله. این خیلی بود که وقتی که این
همون تاریخ کمی تاریخ در نظر دارد. بله. اونجا انا وقتی که سرحد و سرحد بندی می شود یک قسم خلق از اون طرف می موند، یک قسم از این طرف، یعنی مثلا خواننده از این طرف، معلم از اون طرف، بیمار از این طرف، بیمارخانه از این طرف، عموما تقا از این طرف، جان از اون طرف. این بعدی پش خوردن اتحاد شوروی. بله بله. بعد موضوع همین است. بعد من وای کردم، بعد گویم که در اون فیلم پدری من شدی ساله بله خوشگوار میکنن دختر از اون طرف و گذشتن این مرز هم بسیار مشکل بود. مشکل. بسیار مشکل بود. اونجا گیم که مواد های ترکنده بله. موندگی بودن، مین و دیگر و دیگر موندگی بودن و یک بلا کرده و عروس از اون طرف به این طرف کوچونده. متاسفانه اون نفری که این دختر در تربیه خود گرفته بود، اون نفر میمورد و بله وفات میکنه، مسافت مینه رو جیر کرده پخش کرده و که بعد از حیات محروم شد. متاسفانه در بالای خورسندی یک متهم. متهم بله. سلامت باشید. خوب. خوب. چیکار کنی؟ کارتوشکا رو با من بیارید. کارتوشکا. کارتوشکا مم سبزی لازم است. خوب. بیاید شما گیرید. بیاید تقسیم کنید. کدومش رو گیرم؟ بیاید سبزی با من. سبزی با شما. چند دونه سبزی؟ خوب. با فکرم دو تا بیارید بس. برای که سبزی ها کلانتر است. بله. کارتوشکا. چور. گیرید یک پنج دونه. پنج دونه. برای خورد هستم. بله. باشه. سلامت باشه. خوب گفتیم این علاقه در دوره دانشجویی شما بود این فیلم. بله بله بله. بله. بعد معلم و استادوی شما بودن در دانشکده. نگینه رجب و از جون. نگینه رجب و ارزو شریپوف. با ما بسیاریو درس دادن. مثلا کورسی ما همه خیلی بود که خب گوه میشود که استاد قربانی صابر میدار اومدن. پیغام رود روزی کوف میدار اومدن. خوب. و اوزر میخوام اینجا نگفتن نموند که از نوت که سحنه معلمه رجب القاسم و با ما درس داده آه. بسیار اون وقت معلمه فعالیتشون در دانشکده بود؟ بله معلمه در دانشکده بودند و انا با ما نوت که سحنه درس میدن و پرچوه عجوی با میگرفتند پیشتر سالوی اول نوت که سحنه انا بوی صبیر به مدرس میدادم و این هول دکانی فاکولته بله بله اکسوری است بله بله و همین طور ما دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان رو با سر بلند با یک موفقیت ختم کردیم و اومدیم به تئاتر جوانان کی پیشی بودی که بود یک برای با کور در اومدم به تئاتر جوانان شما ببینید وقتی که من دانشجو بودم بیشتر به تماشای انا گویم که همون نمایش نمایش های تئاتر جوانان می اومدم خوب. و در تئاتر جوانان نمایش های عجویی بود همون سالا و من معقول دانستم که در این تئاتر با کار رویم و راحت رو هم گرفتم با تئاتر جوانان بله. و باری اول شروع کردم از نمایشی چشمانی برادر قیامتی که کارگردانی اون انا هنرمند خلقی تاجیکستان میرزا وطن میروف بله بر روی صحنه گذاشته بودم و استاد عین حال در دانشکده ما در دانشکده دولتی بله بله فرهنگ و صنعت فعالیت میکنه خوشبختی ما هم در اون است که همه اون نفرانی که ما رو درس دادن همه استادانی انا دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان هستند و فکرم کفایه است سبزی و کلونی بعد بود است بله ما کم ترک و کم خرج میکنیم بله انا همین گونه بود بهترین انا کن میتونیم که یک اومیخته کنیم اومیخته کنیم برای سبزی هم بله بله پویان انا کن شما تمد داشته البته البته داریم خمیره پمیدور هست خمیره پمیدور چور کنیم ما کمی خوراک رو یک طرف کرده همه یک طرف بله در یک کنارش انا از خمیره پمیدور کنار دیگر رو خیلی بله بله باید ها بله بله این بسیار لذتش را زیادتر میکنن چی از سیری این یک طرف گذاشتن و در آخر یک جو میشوند؟ در آخر یک جو میشوند بله در آخر فیلم یک جو میشوند یعنی در آخر فیلم در آخر نمایش خمیره پمیدار با مرغ و سبزی و پیاز یک جو میشوند یک جو میشوند سلامت باشید خب از میدونی چی؟ دو قاشق دو قاشق زیادتر می دو قاشق زیاد می این زیاد نیست؟ نه 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 شوی هست؟ نه نه قاشق شد. انا دو قاشق بله دو بهترین
انا کن بیا در اینجا میگذاریم انا کمی 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 بود مزد ها این وقتی که با شیره خوراک یک جویه میشد بعد ما یک جویه میکنیم بعد یک جویه میکنیم سیرش در همون است که این خیلی پامیدور یک کم ترک جوشیده به خود میاد به خود میاد و بعد خوب یک تا خلافوری بلغاری ما بلغاری حتما به خاطری لذت لذت سلامت باشید این بسیار یک مزه خوراک هم با مزه میکنند و هم بسیار بدیل فایده دارد قنافوری بلغاری بینندگان گرامی خب من دیگه میبینم یعنی کفایه است میتوانید که یک جای کنید میتوانید یک جای کنید نه که همین میترسم که شما در کورهای من قطیق جده ایز داده نمی خوراک خوراک دیگر خیلی نماید خوراک کم اگر نمودش دیگر خیلی شد یعنی بچه بعد از پنجه می توبیده با هر حال تجربه در کار تجربه لازم برای خوراک پذیر بله سلامت باشید ما یک دونه از این میگیریم و یک دونه از این حاضر نگاه کنید شما خب بیر خیلی معنی من این شما این وابسته با تب تب این آدم است اینه من میده میکنم خب باشد خب اینه با کدوم طرز ریزه کنم خب ما چورکنجه میده میکنیم چورکنجه ببینید مثلا این خیلی هم کدن ممکن بهترین البته ما با کاری خانمو یعنی برابر شدن نمیتونیم ولی به هر حال کوشش میکنیم که کم اکر نزدیک باشد خب گفتید که از دوره دانشجویی فعالیت میکردید در تئاتر دولتی جوانان به نام استاد مجون وحید و بعد ختمم خواهشی در اونجا کار کردن داشته ده همین بله بله یعنی که اون نفر پیشنهاد کرد و نه من خودم خواستم که روم و همین آرزو عملی گشت وقتی که دانشکده رو ختم کردم خب گرفتم راحت رو و نمیدونم چی سبب شد که راحت هم با تئاتر جوانان نیستم شاید معلمه گفتن شاید نمیدونم چی بود چی سیره بود و بعد فعالیت در تئاتر در روزهای اول چگونه بود؟ در روزهای اول بسیار برای من دشوار بود وقتی که من از جمعی من در باره تئاتر خب معلومات همین گونه داشتم که یعنی معلمان مرا راهنمایی کردن راه نشان دادن خب که تئاتر چگونه است و کارش چگونه است برای مستقلانه در تئاتر قدم زدن در تئاتر مثلا بالای صحنه تئاتر برآمدن این یک کاری تماما دیگر است بله برای همین بسیار دشوار بود یک جوانی که حالا نو دانشکده رو ختم نموده است و در تئاتر نقشی اساسی باید بازد ببینید چشمان برادر قیامتی اونجا نقش یک جوان و نقش کلان است بسیار حالتهای اعتراضی و بسیار وای دارد برای همین برای هم خیلی مشکل بود ولی با دستگیری یک چند استادانی بزرگ اونجا تغیمراد رازیکوف عجب گل قاسم و شادی صالح و بردیمینگ بایف و غالب اسلاموف میرزا وطن میروف و چندین گویم که هنرمندانی برجسته بودن که راهنمایی کردن و گاهی سرزنش کردن گاهی گویم که سرمون را سیله کردن که ما به این راه روانه شویم و خوشبختانه امروز طولی 14 سال است که در تئاتر جوانان کار میکنیم خطا نکنم در شبکه های اجتماعی هم شما وقتی خیلی بسیار فعالی من بیشتر در فیسبوک فعال هستم غزل میسراید و شعر ها غزل سلام میکنم گوه ها لطیفه میکنم گوه ها شوخی میکنم از شاهنامه بله بزاور فردوسی که بله 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 بسیار جالب است البته من فکر میکنم بسیار با مورد است که از مولانا چیزی گفته باشین بله خب بله یک حسایی هست مولانا میگوید که شامگاه در ره بودم روان تن روان و دل به فکری آب و نان من نمیدانم چنان شد یا چنین پای من لغزی خوردم بر زمین رهنوردی مهربان سویم دوید دست او تا زیر بازویم رسید بیخ گوشم گفت لنگی یا که مست وارسی کن بین کجاهایت شکست گفتمش نه مستم و نه هم علیل افتادم خود هم نمیدانم دلیل یا گناه از کفش یا تقصیر زیپای دست من گیر تا که برخیزم زیجای
دستی من بگرفت با دستی دیگر کیسه میجوز تا یابد مگر. من در این فکرم که او مردی خداست، او در این سودا که جایبم در کجاست. ای دریغ از فکر خام آدمی، گریه کردم بر مقام آدمی. سلامت باشی. بسیار جالی، بسیار یک چی میگن؟ همین فرقیتی شعر خواندن و غزل خواندن همین هنرمند از اون است که همه همون چه هر یک خاراکتر و ابرازی که آفریده شده است در اون شعر همونا با یک طرز خود نشان میدهد. چگونه ای که امروز هم شما هم ابرازی همون نفری که در راه میره و ابرازی که جایب دوست یعنی. بله بله. خب چطور کنیم؟ انا سیرپیوز رو گرفته انا بعد مایده کده و خب. چنان مایده میکنیم که همین شربتش براید در خوراک تیزتر چی میگن حل شود، هم مزهش هم مزه و لذتش براید انم خوراک تاثیر کند که همو خورنده و پزنده رحمت گفته تواند. تواند. سلامت باشید. خب ما از خوش طعم کننده ها استفاده خب، میبریم. خب کدوم نمود؟ چی؟ ما خب برای هم نمودی خوراک در اینجا میبینم ایناش رستنی های یعنی همون کبودی های ایتالیاوی. بله. یعنی ما از اینو استفاده میبریم به خاطر طعم و لذت بیشتر پیدا کردن خوراک. خب بیر از این کمی استفاده میبریم من ایناشم. بازم برابر. یک اگر خوراک بی‌مزه اومد از من گله نکنید چون که شما هم همراه بودید. همراه بودید. خب بسیار در کنید. کمکک. کمکک از این؟ من کم تر بسیار تر کردم. هیچ گم نید. خب شو کفایه هست. کفایه هست. خب میکوبیم خوراک رو صحبت رو ادامه میدیم. ما انا قیماغ رو باید که به بالای این خوراک ایلوه کنیم. ایلوه کنیم که وقتش رسید. من فکر میکنم وقتش رسید. چند چیز پرسیدم گفتید که داریم داریم شما آب داره؟ البته آب داره. آب باشد یک پیاله. میدونی برای چی؟ نگاه کنید اتاقو. برای که شربتش زیادتر اومدگی دلگیر کننده نباشد و همون خاطر همین آب ما همراه میکنیم. زیاد نباشد؟ نه خوب است. کفایه است. خب انا کمی میجوشد ما یک صحبتی دیگر میکنیم. تمام. خب دیگر خوراک ما جوشیدن میگیرد. حالا اکتون زیادتر صحبت کردید باز از ماماها و بیبی هایی که یعنی در تربیه بیبی هست آمودید؟ نه من میدونی چی خیلی شکر خدا مادرم هم تا حال هستند و اون وقت هم مادرم با ما بودن یک اویله آباد بودیم ولی بیبی ما بسیار نبیره دوستار بودن. مامای ما بسیار نبیره دوستار بودن و بسیار قصه های عجویب میکردن از گذشته خود و از بیم که حیاتی عموماً حیاتی که پیچه تا بهی داشتن قصه های عجویب میکردن و من وقتی اون کس از دنیا گذشتن طولی یک دو هفته بیمار شدم. بسیار یاد میکردن بعد بالاخره در خوابم در اومدن و تحکید کردن که من جای من ناز است شما یعنی زیقی نکنید. بله. خب ما که از ماما گفتیم از بیبی گفتیم برای بیبی ها اصلا در تلویزیون در رادیو اون من در بسیار جا در برای پدر میگیم در برای مادر میگیم در برای بزرگی میگیم برادر میگیم ولی در برای ماما هیچ کس هیچ چیز نمیگه. برای چی؟ برای اون که ما در برای بیبی گفته باشیم باید انمو شربتی گویم که صحبت ها و نوازش های بیبی رو دیده باشیم و من اینو دیدم. میگوید که بیبی همه کار داریم در نماز خود دعا.
جمع ما را از پریشانی نگه دارد خدا. خاطر جمع و دل آسوده و وجدان پاک، صبح صادق زیر لب از دوست می کرد التجا. عمر باقی تن صحت باشد اگر، می گفت او، کوه را تلقان نمودن دو به دو چار رسا. تو بگو الله و کار آغاز کن، بینگر چیسان فیض می آید به کار و بارهایت از سما. همچنین می گفت بچم این سخن در گوش دار، تو مکن چشمان خود بر حق کس هرگز علا. شکر گفتن را برای هدیه های هر نفس، عادت خوب به روز و روزگارانت نما. خورد بودم فکر میکردم من این نادان و گل، بی بی جانم حرف های نو نمیگوید چرا. تو کجایی تا بگویم در کردم، آن زمان تو داده بودی کلیدی بخت و دولت را با ما. این برای همه بی بی ها بود و بله. یک نصیحت از بی بی بله. این قصه رو من از صفحه فیسبوک پیدا کردم، متاسفانه مؤلفش در یادم نیست، من معذرت میخوام و با جان و دل گفته از خود کردم و گفتم که هر کجای باشم برای بی بی ها میگویم. بله، فکر میکنم که خوراکی ما هم قریب اومده است. قریب هم اومده است، فکر نمیکنم، البته که اومده است. اومده است. اومده است. بینندگان عزیز، وقتی از همه مهم برنامه لذیذ با تخونی علودین چشیدن خوراک است و اکنون خوراکی آماده شد و چیکار میکنیم گفتیم میبرداریم و استعمال میکنیم. نصیب باشد میخوریم. بله، سلامت باشید. خب وقتی برداشتن خوراک هم رسید بینندگان عزیز، ما رو همراهی کنید. خب با کشیدن خوراک شروع میکنیم. من طبقه طبقه شما دارید؟ میدارم و شما خوراک هم میبردارید. من کفلس رو میدارم. خب بید بینندگان عزیز، وقتی از همه مهم برنامه ما فرا رسید، چشیدن خوراک و بهو دادن هنری دلیر. بله. باید باید میرسونیم همه مشروع به شما، چیگونه از خوراک، مزهش چیگونه است و باز تعریف نکنید که با در خونه من در بالون نمونم. آشخانه در اون وقت در خونه گفتم که من نمیتوانم، من نمیتوانم، لیکن امروز تعریف کردید بسیارتر نه. یعنی بله، همون سیری که نهان بود چی میگه؟ آشکار شد. آشکار شد. بید. خوب اکنون میچشید. خوب مرحمت شما میگیرید. شما که امروز مهمونی ما هستید، خودتان اومده با خودتان خوراک اومده. شما چشید با دیهید. من میچشم. شما چشید مرحمت. نه نه، اول شما گوید که چخیل. اول شما چشید مزه است، چخیل بمزه است. بعد بله بله. بله سلام هم میشه. کنی؟ بهترین. تیز به هونه دیهد. ولی خویده. نرقه یک مزه ی عجوی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اون فکر میکنم قیموکی که لوا کردیم سر از خود یک طعم عجوی برآورده است. اون میخته شده از بو سبزوات ها و کمی مزه ترشی میدید. کمی همراهی بگیم که شربت خوراک یک جا شد، البته یک طعم لذیذ میبرورد. عزیز بله سلامت باشی. بسیار خوراکی بمزه. چخالی که نامگذاری کردید خوراکی گرم. خوراکی گرم بله. تستایور بعد از کار بسیار بامزه است. بهترین دستون شما در دوران میند. یک بار دیگر مینداری خیش رو بیان میکنم از نام خودم، از نام تمامی اهل کارمندان تلویزیون سفینه.
کی دعوتی مرا پذیرفته دو اومدید با برنامه لذیذ. تشکر زیاد، تشکر زیاد. سلامت باشید و چی تمنیو دارید برای مخلصانی برنامه لذیذ برای بینندگان تلویزیون سفینه؟ خوب، با بیننده تلویزیون سفینه فقط سلامتی، سربلندی و برکت در زندگی را آرزومندم و همیشه با تلویزیون سفینه با برنامه لذیذ باشید. سلامت باشید. منم بینندگان عزیز از فرصت مناسب استفاده برده به هر یکی شما تمنای آن را دارم که میخوام همیشه سلامت باشید، تندرست باشید، در خاندان شما همیشه خوشبختی باشد و خرسندی باشد و دسترخوان شما پر از فیض و پر از برکت باشد و دائم در لبانتون خنده باشد. بینندگان عزیز، این برنامه لذیذ با تخانی علاءالدین بود. خیر تا برنامه های آینده.